خب حالا میرسیم به اینکه تو فیلم این فیلم مرد بازنده رو که بعد از خسوف بازی کردی دیگه. بله بله، یعنی تو خسوف دیده شدی که بعد بازی کردی؟ آره دیگه. اواخر فیلم خسوف بود مرد بازنده، اواخر سریال خسوف، فیلم برداریش اواخر خسوف. تو چجوری برای خسوف انتخاب شدی؟ چجوری انتخاب شدم؟ که همون سال 98 که من فیلم داشتم ایشون کمیته انتخاب بودن. بله، آقای اسدیان که تو هیئت انتخاب بودن، آقای میریم که بعد داور بودن. شما بله داور بودن. یعنی یه آشنایی با بازی من داشتن، بعد لطف کردن تماس گرفتن. اون موقع اولین تماسی که گرفتم با من آقای میری ایران نبود. بعد یه قراری که ما گذاشتیم و من رفتم دفتر، من آقای خانم مریم حجیوند عزیزم اونجا دیدم، یعنی اونجا یه سری صحبت شد و قرار شد که من بهشون خبر بدم که بریم مثلا مراحل بعدی، حالا تست گرفتن، صحبت کردن راجع به فیلمنامه است و اینا. ولی من برگشتم خونه و تصمیم گرفتم که نباشم تو سریال. یعنی من پلنی که داشتم این بود که دوست داشتم که سینمایی فعلا کار کنم. آقای جیرانی بعد درخت گردو، بعد درخت گردو، یعنی احساس میکردم که فعلا این پلن اینجوری باشه که یه مدت چند تا کار سینمایی بکنم بعد برم سراغ سریال. برای همین گفتم که نمیتونم با کمال شرمندگی. ولی بازم بعد یه مدت بازم تماس گرفتن، قرار شد که ما یه، یعنی تقریبا دو ماه بعدش، من فکر کردم مثلا پرونده بسته شده، ولی دو ماه بعدش حدوداً بازم با من تماس گرفتن و قرار شد که ما یه جلسه بذاریم و من صحبت کنم، بگم که حالا مثلا دلیلم چیه، و قرار شد که حالا آقای اسدیان یا آقای میری با هم بشینیم حرف بزنیم به یه نتیجه برسیم. و اولین جلسه که ما داشتیم، اولین دیدارمون، من و آقای میری و آقای اسدیان، صحبت بر این بود که حالا آقای اسدیان لطف داشتن و به من گفتن که اگه کار سینمایی پیش اومد تو میتونی، حالا مثلا ما یه مدت آف بهت میدیم. و واقعیتش اینه که منم یه فیلمنامه دستم بود که خب دوست داشتم اونو کار کنم، اون تا یه گیر و گورایی داشت که پروانه ساخت نمیگرفتن، یه خورده تکلیفش نامشخص بود و نهایتاً تصمیم گرفتیم که من فعلا باشم تو سریال خسوف. حالا اگه اون شد یا کار دیگه ای شد، من خیالم راحت باشه از اون بابتی که میتونی کار کنی. بله، و اینجوری شد دیگه. خوشبخت پیش نیومد فیلمی وسط خسوف؟ نه دیگه، نه نه دیگه منتهی شد به سریال. بله بله دیگه منتهی شد به اینکه سریال دیگه تا آخر بدون دغدغه و فکر اینکه باشه سینمایی یا نه. آره تو چی جوری برای خسوف؟ من حقیقتش قبل از فیلم خسوف قرار بود یه کاری بکنم، یعنی یه سریالی که اصلا ساخته نشد و حدوداً 6-7 ماهی منتظر اون سریال بودم که خب اتفاق نیفتاد. و از طریق یکی از دوستانم مطلع شدم که آقای اسدیان و آقای میری قرار یه سریال بسازن و خیلی پرسجو کردم از بچه ها و مستقیم تماس گرفتم. خودت تماس گرفتم؟ آره تماس گرفتم. و با همایون یا با؟ نه با دستیارشون، با آقای لطیفی. و رفتم دفترشون و مستقیما بیواسطه و تست میگرفتن، یه تستی دادیم و گفتگو کردیم و همراه با خانم حجیروند و آقای لطیفی و تموم شد رفتم.